سلام بچه‌ها، به کانال من خوش اومدید. همونجور که تو ویدیو قبلی که لینکش رو حتما توی دیسکریپشن براتون میذارم رفتیم فروشگاه اکشن رو دیدیم و جنساش رو دیدیم، قیمتاش رو دیدیم و امروز قراره بریم فروشگاه ولتوارد، یکی از فروشگاهایی که اجناس متنوعی داره مثل فروشگاه اکشن با قیمتهای خیلی مناسب. لطفاً دوستایی که از این فروشگاه یا فروشگاه اکشن خرید کردن راضی بودن یا جنسایی خریدن که ناراضی بودن حتماً توی کامنت ها بنویسن تا دوستایی دیگه که این ویدیو رو میبینن کامنت ها رو میخونن حتماً مطلع بشن. این قسمت قفسه بیرونه این فروشگاه است که همیشه جنسای تخفیف داره میذاره. میبینید که این لباس ها رو گذاشته از 3 یورو به بالا. این قسمت ورودیه که همیشه برای مناسبت های خاص مجسمه های اون مناسبت ها رو میذاره، مثلا تخم مرغ و خرگوش نماد استرلینگ. من از فروشگاه اکشن یکی از این بشقاب های مستطیلی شکل خریدم که قیمتش 2 یورو بود. الان اینجا میبینید که قیمتش 5 یوروه، دقیقا همین شکلیه. من دو تاشو خریدم، اونجا 4 یورو ولی یه دونه اینجا قیمتش 5 یورو بود. از نظر کیفیت هم هیچ فرقی با هم نمی کردن. کسایی که تو آلمان زندگی میکنن و دنبال هاونگ میگردن که ادویه ها یا زعفرانشون رو بسابن و پیدا نمی کنن تو فروشگاه ولتوارد میتونن تهیه کنن. قسمت تابه و قابل مرش من از فروشگاه اکشن یک تابه برداشتم که هلوش 7-8 ماه دارم استفاده میکنم و خیلی راضیم. از اینجا تابه تالا بر نداشتم ولی یکی از قابلمه هایی که دوستانم استفاده کرد و خیلی راضی بود به پیشنهاد ایشون اومده بودم امروز این قابلمه رو بخرم. قیمت این قابلمه تقریبا 25 یوروه و من الان که دارم روی ویدیو صدا گذاری میکنم حدود 1 ماه هست که دارم از این قابلمه استفاده میکنم و پیشنهاد میکنم این قابلمه رو حتما بخرین که نمرش از 10 10ه. هم خیلی بزرگه هم کیفیتش خیلی خوبه. برند راسل هوبس یکی از برندهای بریتانیایی که من محصولاتی که ازش استفاده کردم مثل کتری برقی و گوشکو برقی خیلی ازشون راضی بودم و حتما بهتون پیشنهاد میکنم که اگه خواستید از این فروشگاه میتونید تهیه کنید و من از 10 بهشون 10 میدم. دوستایی که ویدیو فروشگاه اکشن دیدم من توی اون ویدیو گفته بودم که من وسایل برقی رو از اونجا یک دوبار خریدم راضی نبودم ولی من این فروشگاه ولتوارد حتما بهتون توصیه میکنم از وسایل برقیش بخرید چون من خریدم و راضی بودم. از 10 بهشون 10 میدم. من از این دستمالا چند تا برداشتم چون برای ویدیوم استفاده میکنم، توی تخفیف بودم و جنسشون هم خیلی خوب بود. میتونید از این بوکس های خوشگل برای لوازم آرایش و چیدمان کمداتون، وسایلی که توی کمداتون میخواییم بذارین استفاده کنید. هم شیکن هم قیمتشون خیلی مناسبه. این قسمت پلاستیکیش بود. اینجا هم وسایل توی آشپزخونه است که شامل چاقو، پوستکن و زیر بشقابی و قابلمه ای، قاشق، چنگال هستش که مثلا این یه قاشق و چنگال زده و 1 یورو 25 سنت، این ست چاقو 3 یورو 50 سنت، این چاقو 5 یورو که من از این فروشگاه جالب بود که دم صندوق 5 یورو گوچان گرفتم و تونستم بیام اینجا، یعنی همون روز برگشتم 3 تا دونه چاقو از اینجا خریدم و چاقوهاش هم خیلی خوب بود که توی آشپزخونه ازشون استفاده میکنم. این ست قاشقای چوبی زده 5 یورو. همونجور که میدونید باید قاشقای چوبیتون هر چند وقت یه بار عوض کنید و به نظر من از این فروشگاه خرید کردم با این قیمت خیلی به صرفه تره. اینجا قسمت وسایل
مواد شوینده است که اسکاج با این جا اسکاج با مزه که 3 یورو بود قیمتش، با اقسام اسکاج ها رو گذاشته با قیمت های متنوع. من از این اسکاج های رنگی رنگی برداشتم چون خیلی با مزه بود به نظرم. تمام این اسکاج 1 یورو 50 سنت. قسمت پتوهاشه که توی تخفیف بود 10 یورو 20 یورو. جنسشون هم به نظر خوب می اومد. این پتوهای بزرگ گذاشته بود که 25 یورو پتوهای تابستونی رو. ملافه داشت، بالش داشت، این پادری ها رو گذاشته بود 12 یورو برای جلوی حموم و توالت فرنگی. فکر میکنم توی هر کدومش 2 تاست، یکی برای جلوی توالت فرنگی، یکی هم برای جلوی وان. این طرحش هم طرح قشنگی بود، 7 یورو. کسایی که حیوانای خونگی دارن، این قسمت اسباب‌بازی‌هاشونه. چیزای جالبی داشت، غذاهای متنوعی داشت. چون من حیوان خونگی ندارم، هیچ تجربه‌ای در زمینه خرید مواد خوراکی برای حیوانا ندارم، ولی خب گفتم برای شما فیلم بگیرم. دوستانی که حیوان خونگی دارن، اگه بخوان وسایلی اسباب‌بازی یا ظرف غذایی حیوانای خونگی رو بگیرن، این فروشگاه تنوع خوبی داره و جنساش هم نسبت به اکشن زیادتره. این قسمت قسمتیه که وسایل حموم رو توش میفروشن. این قفسه ها رو زده دونه 5 یورو که میرسه کنج دوش حموم. به نظرم چیز خوب کاربردیه. دوست عزیز از این قسمت چمدون برزنتی خریده و خیلی راضی بود. میگفتش که برای سفرهای طولانی خوبه، چون توی فرودگاه قسمت بار چمدونها رو پرت میکنن و چمدونهای برزنتی مشکلی براشون پیش نمیاد. من که توی هر فروشگاهی که کیف داشته باشه عاشق رگال کیف باشم و همیشه به کیفایی که تو اون رگاله خیلی توجه میکنم. این را هم کیفای آرایشی خیلی جالبی داشت که هم تنوعش زیاد بود، هم قیمتش خیلی مناسب بود. این هم کیفایی که برای مسافرت برای باشگاه استفاده میکنم. کوله پشتیاش به نظرم قشنگ بود، قیمتش هم خیلی خوب بود. کیفای زنونش 15 یورو. این کیفای کوله پشتی با توجه به جنسی که داشتن و تخفیفی داشتن، قیمتشون خیلی مناسب بود. از 15 یورو شده بود 10 یورو. اینم که رنگ طلایی یا بژشه، 15 یورو.
قسمت هم قسمت لباس هاست که توی بعضی از رگالا نمیشه از 6 یورو یا از 10 یورو، بعضی هم هستش که قیمت همه لباس هایی که توی رگالا گذاشته قیمت ثابته، مثلا اینجا 5 یوروه. این شورتک ها که نخی بودن فکر میکنم قیمتش از 4 یورو شروع میشد. از نظر کیفیتی به نظر من کیفیتشون هم خوب بود. من تا حالا از این فروشگاه لباس نخریدم. این قفس‌هایی که اجناسی که حالا یه مقدار مشکل دارن، مثلا این خرگوش یه دونه گوش نداره، من که باشم نمیخرم. حالا بقیه اجناسش مثل این کاسه ها یا مثلا این برچسب ها به نظر من حالا اگه سالم باشن ارزش خریدن رو دارن، ولی اگه از نظر فنی مشکل داشته باشن به نظر من حتی با توجه به قیمتش هم ارزش خریدن ندارن. این قسمت قسمت بادکنک ها و لوازمیه که برای تولد استفاده میشه و بیشتر وقت من برای تولد ها میام از اینجا خرید میکنم، چون هم قیمتاش خیلی خوبه هم کیفیت اجناسش خیلی خوبه. خب رسیدیم به بخش پایانی این ویدیو. من از فروشگاه اکشن هلوش 7-8 قلم جنس خرید کردم که شد 25 یورو تقریبا، و از فروشگاه ولورد من 4 قلم جنس خریدم که شد 28 یورو 50 سنت. یعنی نتیجه میگیریم که فروشگاه اکشن خیلی به صفحه تره و این چیزایی که خریدم از فروشگاه ولفورد. منتظر ویدیوهای بعدی منم باشید. خیلی دوستتون دارم و ممنونم که تا پایان این ویدیو با من بودید. دوستتون دارم تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.